سرخط خبرها، موج جدید حملات سنگین روسیه به اوکراین، افشای راز حمله اسرائیل به ایران توسط جو بایدن، هشدار وزیر دفاع آمریکا، ما برای دفاع از اسرائیل آماده ایم، و بستن واحدهای صنفی در ایران به دلیل استخدام افغانها. درود بر شما، وقت بخیر. به تازه ترین اخبار این ساعت از آنتن پلاس خوش آمدید. برای آگاهی از مهمترین رویدادها کانال ما را دنبال کنید. مشروع خبرها. وزارت دفاع اوکراین گفته است که کم از کم 17 نفر در اثر حملات روسیه بر ساختمان‌های رهایشی و دیگر اهداف در شهر زاپروژیا جان باختند. با گفته مقام‌های اوکراینی، در حملاتی که روز یکشنبه 9 اکتبر به وقوع پیوست، 10 نفر دیگر زخمی شده و چندین ساختمان رهایشی تخریب شده است. الکساندر ساروخ، والی زاپروژیا، در یک پیام تلگرام نوشته است که 12 میزایل روسی 5 ساختمان رهایشی را با خاک یکسان کرده و یک ساختمان 9 منزله را قسمت تخریب کرده است. او گفته است عملیات نجات در این ساحه ادامه دارد و افزود که احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این حملات را محکوم کرد و خواستار مجازات آمران و عاملان آن شده است. روسیه در هفته‌های اخیر بر شدت حملات خود بر زاپروژیا افزوده است. روز پنجشنبه نیز 19 نفر دیگر در اثر حملات راکتی روسیه بر ساختمان‌های مسکونی این شهر کشته شدند. بخش‌های زیاد شهر زاپروژیا زیر اداره اوکراین است، اما بخش‌هایی از این شهر به شمول یک نیروگاه هسته‌ای که 52 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد، در آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در اواخر فوریه سال روان به تصرف نظامیان روسی درآمده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هفته گذشته پس از توشح قانون جدیدی که از سوی پارلمان آن کشور تصویب شده بود، الحاق این شهر را و 3 ساحه دیگر اوکراین را به قلمرو روسیه اعلام کرد. حملات اخیر نظامیان روسیه بر اوکراین به دنبال انفجار روز شنبه در بخشی از پل وصل کننده روسیه و شبه جزیره کریمیه صورت گرفت. این پل مهمترین مسیر برای ارسال تجهیزات جنگی روسیه به جنوب اوکراین است و نماد استیلای پوتین بر شبه جزیره اشغالی کریمه قلمداد می شود. هنوز هیچ گروه یا جناحی مسئولیت در این پل را که به مثابه شاهرگ تدارکات نظامی روسیه به کریمه پنداشته می شود به عهده نگرفته است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که از چگونگی و زمان واکنش اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی اطلاع یافته است. جو بایدن که روز جمعه 27 مهر در پایان دیدارش از برلین، پایتخت آلمان، در جمع خبرنگاران سخن میگفت، بر وجود فرصتی برای حل مشکل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و پایان بالقوه درگیری‌های آنها در خاورمیانه تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که از چگونگی و زمان واکنش تلافی جویانه اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی با خبر است. جو بایدن از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. او افزود که فرصتی پیش آمده که ما احتمالاً بتوانیم مسئله ایران و اسرائیل را به صورتی که درگیری‌ها در خاورمیانه تا مدتی پایان یابد حل کنیم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که به این ترتیب درگیری خاتمه می‌یابد و به عبارتی واکنش‌های متقابل به اتمام می‌رسد. پیشتر جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه 27 مهر گفت یحیی سنوار مانع اصلی برقراری آتش‌بس در غزه بود. با گفته او، ایالات متحده همچنان پایان یافتن جنگ جاری را امر حیاتی و کشته شدن یحیی سنوار را یک نقطه عطف می داند که می تواند موجب تسریع مذاکرات و برقراری آتش بس شود. با این حال و افزود، در حال حاضر جدول زمانی برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد یحیی سنوار را در شهر جنوبی رفح واقع در مرز غزه
از پا در آورده است. مقامات ارشد آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان ضمن استقبال از کشته شدن سنوار تصریح کردند که اکنون فرصت مناسبی برای برقراری آتش بس و آزادی گروگانهای روبوده شده توسط ستیزجویان فلسطینی است. در جریان حمله 15 مهر 1402 حماس به اسرائیل 1200 نفر از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان کشته و بیش از 250 تن دیگر که عمدتاً غیر نظامی بودند به گروگان گرفته شدند. هنوز 101 گروگان روبوده شده توسط حماس و دیگر ستیزجویان فلسطینی در غزه هستند و تخمین زده شده که دست کم 1/3 آنها جان خود را از دست دادند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 27 مهر گفت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه برای دفاع از اسرائیل، جلوگیری از تجاوز و کاستن از احتمال بروز جنگ تمام عیار آمادند. با دنبال حمله موشکی 10 مهر حکومت ایران به اسرائیل، تنش‌ها در خاورمیانه به شدت افزایش یافته و به همین دلیل آمریکا اقدام به استقرار سامانه ضد موشکی تاد در اسرائیل کرده است. آستین در بخش دیگری از سخنانش کشتن یحیی سنوار رهبر حماس را یک دستاورد عمده و زمینه ساز یک فرصت عمده برای پیشرفت دانست. وزیر دفاع آمریکا یادآور شد که سنوار معمار حمله تروریستی 15 مهر 1403 بود که در آن شهروندان بیش از 30 کشور از جمله آمریکا کشته شدند. به گفته آستین یحیی سنوار زندگی خود را وقف نابودی صلح میان اسرائیل و فلسطینیان کرد و نهایتاً عدالت درباره او اجرا شد. او تصریح کرد که اکنون مهمترین اولویت آمریکا بازگرداندن 101 گروگان اسیر در غزه از جمله آمریکایی‌های به گروگان گرفته شده است و خطاب به جنگجویان فلسطینی گفت که فوراً آنها را آزاد کنند. و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهان انتظامی یزد ایران اعلام کرد که 33 واحد صنفی در این استان را به دلیل استخدام مهاجران افغان بستند. علی اکبر طبایی هشدار داده کارفرمایانی که افغانهای فاقد پروانه کار را استخدام کنند محکوم به حبس خواهند شد. این مقام ایرانی گفت کارفرمایانی که اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار هستند یا مدت پروانه آنها منقضی شده را به کار گمارده یا اتباع بیگانه غیر آنچه در پروانه کار آنها قید شده است را بپذیرند و مراتب را به مبادی زیربط اعلام نکنند، با توجه به شرایط خاصی به حبس 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد. در ایران به کسانی که بدون اسناد قانونی وارد این کشور می شوند اتباع بیگانه گفته می شود. بیشتر این افراد را مهاجران افغان تشکیل می دهند که برای کار به ولایت های مختلف ایران می روند. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید سپاسگزارم. وقت بخیر.